دوستان من برگشتم این قسمت دوم ترکشی پرنس آف پرشیه که اگه قسمت اولش رو ندیدین لینکش میاد این بالا، اول اونو ببینین چون دیگه الان ما تقریبا وسط های تاریخچه هستیم. The Prince of Persia. Prince of Persia. Let it be. He's come back to us. It is good to see you safe. بازی شاهزاده ایرانی توترانس حدود یک سال و نیم بعد از بازی دوم روونه بازار شد. ما یک بار دیگه به لوکیشن های آشنای بازی اول برگشته بودیم، ولی با یه تغییر بزرگ. ما توی این بازی روح پلید پرنس هم داشتیم و توی خیلی از مراحل گیمرها کنترل این شخصیت رو بر عهده می گرفتن. پرنس زمانی که شیطانی می شد قدرت به مراتب بیشتری پیدا می کرد که یه تنوع خوبی هم برای گیم پلی محسوب می شد. بازی تونست بازخوردهای مثبتی رو از منتقدها بگیره. خیلی ها معتقد بودن این بازی تونسته بعد از یه ادامه نچندان قوی دوباره به ریشه های خودش برگرده. از نظر خود من هم بازی خیلی بیشتر به شماره اول این مجموعه شبیه و تقریبا تمام نکاتی که بازی اول رو دوست داشتنی میکرد در این بازی موجوده. حالا بذار یه بازی بهتون معرفی کنم که احتمالاً هیچ کدومتون بازی نکرد. بازی بتل آف پرنس آف پرشیا که در سال 2005 بر روی نینتندو DS عرضه شد. یه بازی تاکتیک بیس که داستانش بین بازی دوم و سوم رخ میداد. بازی دارای یه سیستم عمیق تاکتیک بیس بود که طرفدارهای این ژانر هم از انجامش لذت بردن. ولی خب بعید میدونم همه ی افراد از انجام این بازی لذت ببرن. راستی ما یه پورت هم از بازی دوم روی کنسول PSV داشتیم. اسم این پورت پرنس آف پرشیا رولیشن بود که درست همزمان با بازی توترون عرضه شد. بازی شاهزاده ایرانی توترون یه نتیجه گیری برای سگانه یوبی سافت بود و داستان پرنس یه جوری با این بازی به پایان رسید. البته توی این بینی پورت از بازی سوم روی PSV داشتیم. همچنین یه بازی دونیم بودی دیگه به اسم پرنس آف پرشیا کلاسیک که یه جورایی بازسازی اولین بازی از این مجموعه دوست داشتنی بود که روی PSV و لایو آرکید عرضه شد. پرنس هیچ عجله‌ای برای ورود به نسل هفتم رو نداشت و یوبیسافت میخواست با حوصله یه بازی متفاوت رو برای کنسول‌های نسل هفتم تدارک ببینه. توی این بین یه مجموعه عالی توسط سازنده های شنهای زمان متولد شد. یوبیسافت نسل 7 رو با یه IP جدید شروع کرد. بازی که در ابتدا قرار بود شاهزاده ایرانی جدید باشه، ولی در میانی راه تصمیم یوبیسافت تغییر کرد. در ابتدا قرار بود در این بازی شما وظیفه محافظت از پرنس رو داشته باشید. زمانی که پرنس بچه است، ولی هرچی توسعه بازی پیش رفت بازی بیشتر و بیشتر از ریشه خودش دور شد و در آخر هم تیم تصمیم گرفت که این بازی دیگه پرنس آف پرشیا نباشه و اینگونه بود که مجموعه اسسین متولد شد. بازی تونست به شدت موفق در بازار عمل کنه و به یه موفقیتی برسه که شاید خود یوبیسافت هم انتظار این عمل کرد و به هیچ وجه نداشت. بازی در سال اول 10 میلیون کپی فروخت. ولی خب شاهزاده ایرانی چی شد؟ یوبیسافت تصمیم گرفت دست به این ساختار شکنی برای ادامه این مجموعه بزنه. بعد از پایان ساخت بازی سوم یوبیسافت تصمیم گرفت مکانیک های بازی رو از اول مورد بررسی کلی قرار بده. یه بازی که یه رابطه بین بازی‌های گرون تریپل ای و بازی‌های ایندی هنری ایجاد کنه. یه اثر هنری که هر دو طیف گیمر رو راضی کنه. در کنار این تیم سازنده می‌خواست حضور شخصیت زن در کنار پرنس رو در بازی پررنگ‌تر کنه. شخصیتی که باعث ایجاد تغییر در پرنس میشه و اونو یه جورایی آدم بهتری می‌کنه. تمام این ایده‌ها در یه بازی به اسم شاهزاده ایرانی پیاده‌سازی شد. بازی در دیسمبر 2008 بر روی پلی‌استیشن 3، ایکس باکس 360 و PC ریلیز شد. How did you? Whoa, I got you.
در بازی ریبوت پرنس ما با شاهزاده سرزمین نورها یعنی اولگا همراه میشه که میخوان دنیا رو از دست پادشاه تاریکی نجات بدن. سازنده ها در یه تصمیم عجیب قابلیت کنترل زمان رو از پرنس گرفته بودن، ولی اولگا همیشه در لحظه آخر به کمک شما میاد و یه جوری غیر ممکنه توی این بازی شما بمیرید. یه تصمیم عجیب که تا همین امروزم من دلیلشو نفهمیدم. بازی به مراتب راحت تر شده بود، مثلا قسمت های پلتفرمینگ بازی به مراتب ساده تر شده بود. شما به راحتی میتونستید مراحل بازی رو رد کنید، انگار که داشتید به فیلم نگاه میکردید تا بازی کنید. واکنش ها به بازی خیلی متفاوت بود. همه قبول داشتن که گرافیک هنری بازی واقعا خوبه، ولی خب گرافیک همه چیز نیست. یه عده معتقد بودن که سبک بازی کلی تغییر کرده و شما نباید اونو با معیارهای بازی‌های قبلی بسنجید، و یه عده دیگه معتقد بودن که اگه یوبیسافت می‌خواست تا اینقدر تغییر توی این مجموعه ایجاد کنه، چرا اسم این بازی رو شاهزاده ایرانی گذاشته؟ اونا معتقد بودن که یوبیسافت از اسم این فرانچایز محبوب استفاده کرده تا یه بازی که هیچ شباهتی به این مجموعه رو نداره به اونا بفروشه. خود من زیاد این بازی رو دوست ندارم، چون توی بازی تقریباً هیچ چالنجی وجود نداره. آقا جذابیت بازی به چلنجایی که پیش روی شما میذاره. آدم اگه دنبال چلنج نباشه خب میره فیلم میبینه، چه کاری آخه. واقعا نمیتونم درک کنم که چرا سازنده ها فکر کردن نمیرا بودن توی این بازی ایده خوبیه. درسته توی بازی های قبلی شما زمان رو میتونستین کنترل کنید و جلوی مردنتون رو بگیرین، ولی شما به تعداد معدودی میتونستین این کار رو انجام بدین، نه بی نهایت. حالا جالب‌تر از همه اینا اینه که فروش بازی بد نبود و حدود 2 میلیون کپی فروخت، ولی فروش به قدری نبود که ساخت ادامه این بازی رو عقلانی کنه. با وجود اینکه بازی با یک کلیف هنگر تموم شد، در سال 2008 ما یه بازی دیگه از این مجموعه رو روی DS داشتیم، شاهزاده ایرانی فالن کینگ. یه بازی دو بعدی که اتفاقاتش بعد از اتفاقات بازی ریبوت بود. توی این بازی شما برای انجام هر کاری از تاج پد DS استفاده میکردی که خود من اصلا نمیپسندمش. از پرش بگیر تا نابود کردن موانع. در کل بازی زیاد مورد توجه قرار نگرفت و خود منم زیاد بهتون پیشنهادش نمیکنم. در می 2010، دو سال بعد از عرضه بازی آخر پرنس، یک بار دیگه به مرکز توجهات رسانه ها برگشت. در سینما ما فیلم شاهزاده ایرانی شنهای زمان رو داشتیم. سازنده های فیلم در یه حرکت غیر معمول از مکنور دعوت کردن که در ساخت این پروژه به اونها کمک کنه. آخه بالاخره مکنور به آرزوش که فیلم سازی بود رسید. آقا خدا وکیلی فیلم خوب بود. خود من که خیلی ازش لذت بردم و فکر میکنم یه سرگردن از بقیه فیلم هایی که از روی بازی های کامپیوتری ساخته میشه بالاتر بود. اما متاسفانه فروش فیلم بسیار ناامید کننده بود و حتی نتونست بودجه خودش رو در بیاره. متاسفانه این سرنوشت شوم شامل حال بازی بعدی این مجموعه هم شد. بازی تقریبا همزمان با فیلم روی تمام پلتفرم هایی که توی بازار بود عرضه شد. فقط ورژنی که از بازی روی PSP عرضه شد از همه لحاظ با بقیه ورژن های بازی متفاوت تر بود، چه از لحاظ داستانی و چه از لحاظ گیم پلی. اینکه به نسخه اصلی این بازی بپردازن، در مورد نسخه وی این بازی هم یه صحبتایی بکنم. نسخه وی این بازی یه سورپرایز جالب بود. شما توی این بازی توسط یه جن همراهی میشید. مراحل بازی عالی طراحی شده بودن و سازنده ها تونسته بودن با هوشمندی هرچه تمام از کنترل های حرکتی برای مبارزات این بازی استفاده کنن. مثلا اگه شما داخل میکروفون کنترل وی فوت میکردین، یه باد توی بازی شکل میگرفت که شما میتونستین ازش برای بالا رفتن از موانع استفاده کنین. همین نوآوری ها باعث شد که بازی یه بازخورد مثبتی رو بگیره، اما برای پلتفرم کنسول ایکس باکس و پلی استیشن داستان فرق میکرد. بازی یک سری مکانیک های جدید به مجموعه اضافه کرده بود، مثلا فریز کردن زمان که خوب هم توی بازی اجرا شده بود، ولی به غیر از اون بازی هیچ نکته جدید دیگه ای نداشت. داستان بازی هم که به شدت سطحی بود. شما توی این شماره درگیر برادرتون مالک بودید. همین، نه سوپ
سورپرایزی نه تویستی، کلن داستان بازی همش توی یه خط جمع میشه. همین ایرادات باعث شد که فروش بازی به هیچ وجه قابل توجه نباشه. این عمل کرده ضعیف باعث شد که این بازی یه جورایی به کما بره، کمایی که تا به امروز ادامه داره. در سال 2011 ما یه پورت از سگانه اولیه روی کنسول های نسل 7 داشتیم و این آخرین باری بود که پرنس دوست داشتنی قصه ما برای کنسول های خونگی ظاهر شد. ما چند بازی ساده از این مجموعه رو بر روی گوشی های موبایل البته داشتیم. اولی پلتفرمینگ ساده و اون یکی هم یه اندلس ران بود که در سالهای 2013 و 2015 عرضه شدن. دلیل زیادی برای توقف این مجموعه وجود داره، ولی شاید مهمترین دلیل موفقیت اساسین کرید. اساسین کرید به مراتب از لحاظ اقتصادی بهتر عمل کرده و یوبیسافت هم که دنبال پول چه لزومی داره بیاد پول و سرمایه‌اش رو روی یه مجموعه بذاره که ریسکش بالاست. اما من یه نظر دیگه هم دارم. از نظر من یوبیسافت توی یه دوره بیش از حد پرنس آف پرشیا درست کردن. اونا امون نمیدادن چپ و راست این بازی رو روی پلتفرم های مختلف عرضه میکردن که این ام باعث شد گیمرها یه جورایی از این بازی خسته بشن و دیگه علاقه ای به خرید این بازی از خودشون نشون ندن. و اگه بخوام یه خبر خوب هم بهتون بدم اینه که یوبیسافت داره این مجموعه رو ریبوت میکنه که وظیفه این ریبوت هم بر عهده یوبیسافت هندوستانه. که هندی ها دارن میسازنش بازیش بده ها، من خودم کلن فیلم های هندی رو خیلی دوست دارم، ولی خب گیم پلی که نشون دادن اصلا جالب نبود و صدای همه رو در آوردن تا جایی که یوبیسافت چند بار عرضه این بازی رو عقب انداخت. این که این بازی موفق میشه یا نه فقط باید وایسیم رو ببینیم، ولی خود من که از صمیم قلب امیدوارم پرنس دوست داشتنی دوباره برگرده و ما هم باش داخل قصرهای 1001 شب ماجراجویی کنیم. و در آخر مرسی که این ویدیو رو نگاه کردیم و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. یادتون نره کلیک سابسکرایب رو بزنید و حتما برای من کامنت بنویسین، چون کامنت های شما برای من خیلی مهمه. کلیک زنگوله رو بزنید تا از اپیزود بعدی مطلع بشید. در توضیحات این ویدیو لینک اینستاگرام، تلگرام، توییتر و دیسکورد رو زدم، وارد بشین و عضو بشین تا اپیزود بعدی. خدا نگهدار.